خوب شطور برای ایشالله. آقاسه، همه چی خوبه؟ نه صادقانه نه، هیچی خوب نیست جان. 43 ساله هیچی خوب نیست، از این به بعدش که دیگه داره وحشتناک میشه. ببخشید سلام میکنم به همه رفیقای آقا سید و رفیقای خودم، تاج همه سرم، ایرانی ها، همه فالوورا، همه کاک باتونم، تاج سرم. عشق منی، عشق منی نه آقاسه. سید جان برات فرستادم، هم کلیپ فرستادم، الان صدام هم شاید بشنوه اون بنده خدا. این هم شهری ما رو پاشو میخوان قطع کنم. لا 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 چند تا خانواده هستم واقعا نیازمند که چه ارز کنم سید داداش، جان. من دیروی خانم به هم زنگ زده، شماره کارت بانکی که فرستادی رو خب با فرستادم اون برات. کلیپ رو دادم آره به دوستم، بهش گفتم یه مبلغی واریز بکنه براش، حالا فیشش رو برات خدا خیرت میفرستم. بده. حالا آقا سید یه چیزی میخوام بگم، الان بچه های برامین هستن، بچه های تهران زنده هستن، باشم. بچه مشتی، بچه کار درست ها مثل خود هستن. دیروی خانومی به من زنگ زده، حالا فردا میخوام برم اونجا در خونه شون. حالا نمیتونم از جزئیات خانوادش بگم چون آبرو داره میفهمم، فقط اینو میخوام بگم. آیون خیری که تو پیشوای ورامین بلند میشی میری در خونه زن مردم، یه زن جوون زنگ میزنه شوهر نداره، اعلام نیاز میکنه با سن 24-5 سالگیش، اون میشه دو دفعه ناموس ما. نبر اونجا بسته حمایتی برای ناموس مردم ببر، پیشنهاد ناجور بده که با فحش و فضیحت از تو خونه پرت کنه بیرون. لاتای قدیم بچه معلوم چند تاشون بودن، من نمیخواستم این حرفا رو بزنم متاسفم ولی از این واقعا، به بعد دیگه مو میزنم. به بدن آدم سیخ میشه، خدا وکیلی این چیزا رو میشنوه. سید به جد دیشب تا حالا سرم درد گرفته، الان غذا خوردم، زنم اینجا نشسته شاهده، الان دارم میگم. تا الان جلو زنم هم این حرفو نزده بودم، گفتم حالا این بد نشه. لاتای قدیم بچه مردم زمان شاه یکی میدیدن تو کافه یه دختری رو میبردن گول میخورد یا هر اون نیاز میرفت رقاصه میشد میابردن آب توبه سرش میریختن میشد حاج خانوم. الان حاج خانوم های ما رو این بیشرف ها میخوان خراب کنن. یه زنی که نیازمنده به من زنگ میزنه، من بالای شاید 2000 تا زن به تماس میگیره پیام میدن، تو 18100 تا فالوورم حداقل 2000 تا زنن، همه جور زنن، زن آزاده، مقنعه، چادریه، ولی آبجی منن. من مجردی، من مال این غلطا نبودم، دنبال ناموس مردم نرفتم. همه بچه معلوم فامیلا میدونم، بهم میگن خواجه محرم. الان که دیگه زن دارن، بگو آقای به درد نخور، آقای یه شی، آقای یه لاغوا، آقای چی بگم، دوزاری. کسی که زنگ میزنه ناموس مردم به پناه میاره، پیشنهاد بعد نده، وجودشو نداری، نبر بسته حمایتی بده در خون مردم. من به جد کلیپ دارم، من بلند میشم جای به پیام میدن چیز میکنن زن ها، میگم خواهر من شما زن جوونی، من با زنم میام در خونت، هم میدونن تمام تهران میدونن، میگم من با زنم میام، ولی مرد باشه یارو یا پیرزن سن سالار باشه خودم میرم، زن جوون باشه با زنم میرم، کلیپاشو دارم، بدون زنم نمیرم در. نه که بگم هوای نفسم یه وقت تق و لق میشه، نه اتفاقا اراده نفسم خیلی بالاست، خدا شکر، چون 40 سال گناه کردم، 40 سال گناه کردم، از این به بعد میخوام خوب بشم. مسیح عابد 70 سال عبادت کرد شد گناهکار، من 40 سال گناه کردم سید جان، جان نماز عابد نمیکشم، ولی اینقدر شعورم میرسه وقتی ناموس مردم، زن مردم الان تو این گرفتاری باید زنگ میزنه میگه نون تو خونه ندارم، بچه هم لباس نداره، شیر خوش نداره، چی کار کنم؟ خب من باید چی بگم؟ بگم خودتو برفوش، خدای نکرده. وقتی هم میرم کمک میکنم، وقتی میرم کمک میکنم وقت میزنم، اینم میگم عشق به دعوه، اینم میگم مشتیگری، ناموس پرستی، بعد خدا پرستی. تو میری اونجا به زن مردم پیشنهاد میدی که زنه به من اطمینان کرده به من زنگ میزنه، من هنو نیده به جده، میگه ولی اسم تو شنیدم، لااقل چشت پاکه، به تو میتونم اطمینان کنم، بهت بگم داداش، بودم تو خواهر من، حالا فردا هم میرم اونجا. اینو میخوام بگم، حالا چون رسانه شما یه جوری فالوورا زیاد نمیشه، میگم داداش من هر هرزگی هر مردی داره بره بکنه دلگیشو بکنه نوش جونش، ولی کسی که زنگ میزنه پناه میاره اون ناموس آدم حساب میشه. من خودم گناهکارم، 1000 کاری که صحبت کاری کردم، جان نمازم آب نمیکشم، خود خدا میدونم از چی کاره بودم، ولی داداش این ضعیف کشیه، به ناموس مردم کاری نداشت. این ضعیف کشیه، این ضعیف کشیه، ضعیف کشی
در حق مرد و زن هم اتفاق میفته و این واقعا شرم‌آوره. یارو محتاج تو اوج ضعفش، چه مرد باشه زن فرق نمیکنه، تو از نقطه ضعف طرف استفاده بکن، بخوای سوء استفاده دیگه بکنی، حتی به یک کلمه هم بخوای ازش سوء استفاده بکنی، یه امتیاز ازش بگیری، این اوج نامردی و ضعیف کشیه. خدا براش نسازه اونا که دنبال این کار. خیلی سید به جد اصلا حالا بد شده بابا، یارو زنگ زده زن جوونه ناموسته، ما جوون هم این همه شهید شدن به خاطر چی؟ وطن و ناموس وطن. خب منی که منو نبردن جبهه، من فرار کردم رفتم جبهه، گرفتن دور برگردون دارم، گفتن این سنش کمه، از صندوق عقب اتوبوس منو مادرم لوم داد با این شناسنامه‌ای که آورده اون موقع عکسار نه، گفت مال حسینه، این حسنه، دروغ میگه، این شناس اتو مالک اشتر میشه، داریم پلیس‌سازی کار میکردم رو پارک مسکرآباد تو عطابک. نه والا منو آوردن پایین، انقدر ننه فوش بده، رفتم جبهه، بالاخره رفتم یه گشت و گذاری زدم، اومدم زمان خدمتم تو منطقه عملیاتی بودم. ولی داداش من میگم جوان اون وقتی رفتم مثل باکری ها شهید شدن، پیام داره میده، میگه اینایی که الان رسکارن یه سری ها نامرد میشن، یه سری ها فی سبیل الله، من باید به خودم بگیرم دیگه، برای چی شهید شدن؟ که من درست زندگی کنم، من تو رفاه باشم. خب من حسنم بیام خلاف کردم، اشتباه کردم، هزار تا حرکت کردم، آبرو شهدامونم بردم، حالا آبرو خانواده‌ام که هیچ، امروز میخوام درست زندگی کنم، فردا اگر مردم چشم به چشم شهدا خود بگم داداش اونجا من یه ترمز دستی کشیدم، رفتم درست زندگی کردم، اینا نامه اعمال من. حالا غیر از که جواب خدا رو میخوام بدیم، تویی که میری تو مسجد نماز، تو صحنه پیشوای امام جعفر میری نماز میخونی، اداد میشه خیری، به گور پدرت میخندی، مفنگی میره به ناموس مرد پیشنهاد بعد بدی، دو تا پک غذایی میبری که کلا رو هم 200,000 تومان نمیشه، بعد خدات میلیارد آبرو یارو رو میخوای ببری که زنه غریبه اصلا من نمیشناسه به جدت، زنگ زده به من داره گلگی میکنه، حالا فردا شماره میدم میگم بهت زنگ بزنه برای شما بگی که متوجه بشی که من چی دارم میگم. بابا زشته به قرآن، همین منطقه ما پیشرو برامی کفن پوشا انقلاب کردن، ما یه سری به درد نخور قدم خیر میخوام بردارم، زنه خوشگله، یا میخوان یه کار اداری انجام بدن، یارو پولداره، حاجی پولداره، بچه سرمایه داره، بابا به داد یقه چرکیه بره، یاد به داد پابرنه بره، انقلاب ما انقلاب پابرنه بوده، به قول امام خمینی آفرین، خدا رحمت کوی انقلاب پابرنه، یه همش دور از جون مفخور لاشخور به درد نخواه، یه موقعی تو اداره میرن باهاشون کلکل هم میشه، از تو فرمانداری فرامین و بیداری و دیاری و بسیزی همشون با هم چپن، چرا؟ چون نمیفهمن که اسم میدن به مال دولو بالانس هم به هم ریخت. میگم به جهد سید سلام دیرو تاله زنم اون میگه چه یه خود کنتاکی اونم شو گدم بلم کچیکا الان یه گفتن از شاخ در آورده اینو بقیه نمیشسته، حالا فردا با زنم میخوام بریم اونجا، یارون سرشناسن از طایفه سرشناسن، خب بابا بارش افتاده اینجا، رحم بکن که خدا به رحم کنه، یه لحظه هوسرانی یه اون پشیمانی تو به خاطر یه لحظه هوس دو تا پک غذایی بردی برای ناموس یارو، میخوام نبری 100 سالش این همه اوج نامردیه، خیلی پستم. من سید امرو به خودم افتخار میکنم، مسجرم، یه پراک دارم، ولی 2000 پول هیچ که تو زندگی نوی حسان باکی من 400,000 تومان به جده، بالای شاید 15-16 میلیارد تو این نزدیک 15-16 ساله پول تو حسابم اومده، یا هزینه کمپداری رو نگرفتم، 10 سال کمپدار بودم، 10 تا کمپ خیریه ای را انداختم، یه نفر بیاد بگه دروغ میگه، خیلی ها پیشم پاک شدن، خواستگاری براشون رفتم، مغازه براشون راه کلیپاشو دارن، حالا یکی بچهای عطابک دفترسازی راه انداخته 9 سال پاکی داره، سند دارن، اش میکنم مستاجرم، من داداش دینمو دارم انجام میدم، امر به معروف نهی از منکرمو جورای دیگه دارم میگم بدون اینکه آبرو یارو بره، اینورم داداش دارم فی سبیل الله دارم زندگی میکنم، دارم خدمت میکنم به جامعه، اما اولش هم خلافم که میکردم خیانتکار نبودم، خلافم هم خیانتکار نبودم، الان که دیگه راه سالم میره، تو بگو مرد حساب یارو اومده اونجا داره میگه نیاز دارم کمکم کن، تو بلند میشی میری اونجا به چش نامشروع نگاه میکنه به یارو، آخه این مشتیگریه، این انسانیته؟ تو اصلا شعور داری؟ تو این روزگاری که یارو از گشتگی دمپاییشو داره میخوره،
سر ننه باباشو به خاطر پول داره میشکنه. تو بلند میشی میری خوشخوشکانت بیاد چون معتمد یه شهری شدی، چهار تا میشناسنت، رفتی نمازی برگزار کردی، چهار دفعه رفتی تو سن، فامیلی و فلان داری، مثلا مقام معظم رهبری به شما یه احترام خاصی داره. میخوام نداشته باشه اون مقام معظم رهبری و احترام خاصی به شما، بری خودتون رو درست کنی. خدا به آدم نظر داشته باشه، نه انسانای جزئی. اسم چیز کسایی دیگه سوء استفاده میکنه، نمیدونم شاهده یا نه. این دومی مورد من چخشی که بچه های شهریار به من زنگ زد گفت آقا سید، یه خانم جوونی است 26 سالشه، دو تا بچه داره، مطلقه است، خیلی آبرو داره، میاد راپلا رو تمیز میکنه. میگم مادر منم دیده بودش اینا، بعد میگفت تو با شما لایو گذاشته بودم شنیده بود خب که مثلا کمک میکنین فلان اینا. بعد به این خانم گفت بچه‌م یه دوستایی داره و فلان داره و کمک میکنن. خلاصه به ما زنگ زد و گفت آقا سید اینجوریه والا داستان، اگه میتونین کمکش بکنین. گفتم باشه داداش ببینیم چجوریه، شماره آدرسی بالاخره بده. گفت آقا همین به قول بر پایین خونه ما میشینن، ولی اینجوریه میاد تمیز میکنه خونه رو، در اصل راپلا رو. که بالاخره منم خودت میدونی خیلی وسواسم، دوست دارم کمکی که میکنم واقعا به مستحق برسه. خیلی پایین پایین شاید یاد نده، هر روز گریه میکنه، زنگ میزنه گریه میکنه، فلان میکنه، ندارم فلان، یا امیدی چهار ماه علافش میکنم. حقیقتش میگم چهار ماه بالا پایینش میکنم ببینم اینی که داره میگه من ندارم ندارم چجوریه، خب آیا واقعا بهش میرسه یا نمیرسه. خلاصه بالاخره شماره دیروز بود من تماس گرفتم اینا، یعنی بنده خدا شماره منم تماس گرفت قطع شد. بعد دوباره من زنگ زدم و صحبت گفت والله آقا سید به خدا، گفتم چجوری شد شما فهمیدین من کمک کنم؟ گفت والله من داشتم راپله رو تمیز میکردم، یارو با شورتک اومده بیرون، خب تو راپله میگه بیا تو، میگفت جیغ بزنم وا ویلا، داد ویداد میکنم، فحاشی میکنم وا ویلا، هم میگن تقصیر این زن است. خب گفت نشستم داشتم گریه میکردم که این مادر این بنده خدا دوست تو منو دید و اینا، بعد گفت جریان چیه و اینا، بعد که شما رو معرفی کردم. حالا میگم که الانم داستانی که شما دارین تعریف میکنین، یعنی واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا تاسف داره، تاسف داره، یه چیزی فراتر از تاسف. آره بابا آقا سعدی چی نوشته؟ آقای طباطبایی چی چی این پایین پایینی هست جان؟ آقا نعمت این بچه آقا طباطبایی شما دارین ریا میکنین، پس واقعا حقیقت رو قبول نکردی. نمیدونم منظورش چی. آقا نعمت آشناس بنده خدا، حالا ریای چی داده آقا حقیقت رو قبول نکردی چیه؟ اصلا چی نوشته؟ من نمیدونم منظورش چیه. بنویسه منظورش تو جوابشو بدیم آقا بشه. ریا ما چیزی به اسم ریا نداریم. بذم اول یه چیزی بگم برای همه جا بیفته. تو کشورهای خارج این گنگا این لاتاشون امری دستفروشو نشون میداد کاسبی نکرده یه بچه، تمام موتور سوارا اومدن کلیپشو دیدن، همه گنگا، همه خالکوبی، دونه دونه واسدن بچه خرید کردن بچه روش کنه. تو ایران ما یکی کمک میکنه محبتو میخواد بگی که راه کمک کردن محبت چجوریه؟ آقا این ریاست. حالا بیان غیبت کنن، فوش بدن، دروغ بگن، تجاوز به عنف کنن، آقا یک دستی براش میزنم میگن دمش گرم، چقدر این جیگر داره، چقدر این مشکل. ریا چیه؟ کارهای خوب باید گفت، باید الگو بشه برای دیگران. نکردم کامنتو نوشته، منظورم بی احترامی نبود. نه صحبت بی احترامی نیست، صحبت اینه که بگیم به چیز دیگه یاد بگیریم. من از این به بعد تصمیم گرفتم ولی اسم طرفین رو نمیبرم. هر کاری بکنم میام میگم، میگم آقا امروز این کارو خوبو کردم، بچه هم یاد بگیرن، دیگران یاد بگیرن. همین قدیم یه ورزشکار ما وقتی موفق میشد میآوردنش رو سکوها، تشویقش میکردن، مدال طلا گردنش مینداختن، میگفتن قهرمان تیم ملی، قهرمان فلانه، تشویقش میکردن. پس این ریا نیست که. امروز انسانیت بهترین قهرمان به کسی میگن دست چهار تا رو بگیره وقتی داره، وقتی تواناییشون داره. کی میگه اینا ریاه؟ اینه که میگن هرز تحلی یواشکی به دیگران کمک میکرده کسی نمیفهمیده، اینا دروغه، همه اینا رو دروغ میگن. از کجا فهمیدن هرز تحلی کمک میکرده؟ هرز تحلی کمک میکرده به دوروبریاش، میگفته ببینید یاد بگیرید،
اونایی که حسود بودن، گدا و خسیس بودن، میگفتن کمک میکنی این دستت نفهمه، چون خودشون کمک نمیکردن، میگفتن ما کمک میکنیم یواشکی، اگر بگیم ریاه، باید کمک رو بگیم. غیبت بده، تهمت بده، حسادت بده، فوش بده، بی احترامی بده، قضاوت ناحق بده، اینا رو نباید بگی. شما کار خوب به من یاد بده آسد، اصلا اینو بگی بده من، این بنده خدا که نیازمند ضعیفه، خب بچه من یاد میگیره، خودم یاد میگیرم، ولی خودت ببری بدی به منم نگی، من مثل یه وحشی ها بار میام، همینجوری این یه بوته هرز بار میام. اینا دلکی میگن، کمک رو باید بدی، کار خوب باید بگی، ولی فقر نفروشیم، منت نذاریم، اسم نبریم. من الان این بنده خدایی که میگم هیزی کرده، ارزی کرده به ناموس مردم، اسمشو نبردم، در صورتی که اگر بگم همونجا تیکه تیکهش میکنن، همین امشب همین رفیقا همونجا، یعنی به صبح نمیذارم بکشه، ولی آدمی نیستم برای کسی درد سر درست کنم، ولی میبینمش تو خفا بهش میگم فلانی، یه دفعه روزگار برمیگرده، تو میای پایین، این میره بالا، یه زن تو آبجی تو به نیاز داره، پیشنهاد بد بهش میدن، این دست تقدی تو این روزگاره. من دیدم به امام حسین تو گوش یکی من زدم به ناحق مش خوردم. درخواست سگه. فرستادم آقا نعمت، آقا نعمت درخواست فرستادم. آره داداش کاری میکنیم باید بگیم، کارهای خوبمونو باید بگیم که آدم بدا رسوا بشن، که شعار آدمای خوبو میدن. درست. آقا نعمت برات درخواست فرستادم. آقا نعمت نیومدی، آقا بس نشده، بس نشد، نه بس نشد، من خود بس نشد. آقا یاشار درود بر شما. آره سه جان، این چند روز هم خدا حالت بد بود، میمونم سلام بهت میرسونم، دلم هم تنگ شده بود برات. من به خانم هم گفتم، به چند تا رفیق هم گفتم صدا به گوش پیداشتی، بعد متوجه شدم که حال نداری، خدا میدونه تو جلسه برای بچه ها صحبتت شد. داداش من اون آره داد کردم، چون که گفتم به تو، اون بنده خدایی که گفتی مشکل پا داره اینا، کلیپر رو فرستادم، آره. شماره کارتش هم فرستادم به بچه ها، گفتم یه مبلغی بریزن از طرف ما، بریزن به حسابش. حالا فیش خدا خیره برسه سه جان، فقط داد کلیپه، چون قسم هم داد، آره یعنی خودم استوریش رو کردم، حالا اطلاع استوری خودم نشون ندادم بفهم. آره یعنی استوری به استوری نگم، آره واتساپ بود. آره من خودم واتسابی الان تقریبا یه سال خورده یه خرجشو برای بچه ها کجدار مریض دونم، ولی برای خرج عمل پاش الان صد و نزدیک 70 خونوار هم تحت پوشش رفیقا و بچه معلوم سید قرار دادم. من خودم هرچی داشتم فروختم، خودم مستجرم، لا خودم هرچی، من چهار تا تابلو عتیقه ابریشم استوری میکنم، چهار تا ملک به جدت، من اگه دلالی اونم که میگیرم 3% برای نیازمند هست، همه میدونم. اما اولا میگم، میگم 3% رو بذار کنار، آره میگم 3% رو بدید، بعد پول خودش رو بهش بدید دیگه، خودشون هم میدونم اینه که هرگه رو راست، همه هم دارم میشنوه، من زندگیم روه. آفه خدا فقط ناراحتیم اینه، ناراحتیم نکرتم سه جان، فقط ناراحتی و گلگیم اینه، این مسئولین ما بابا این ورامین انقلاب کردن، کفن پوشیدن، شهید دادن، خیلی بدبختی کشیدن، تروارشون رو دادن تو جبهه، و این همه ایرانی شهید شد. درخواست بفرست. آره بعد این همه ایرانی شهید شد، این همه ایرانی زندگیشون نابود شد، بعد چهار تا بچه هاشون پولا رو بزنن به جیب، برن تو کشورهای دیگه عش کنن، ویلاهای مجلل بسازن، ملک گرون کنن، پس کو آب و مرغ مجانی؟ ما نمیخوایم مجانی باشه، پولشو بگیرین ولی ارزون باشه. چرا میان دروغ به مردم میگی؟ اون وقت همه هم خودی هم دروغ میگن. چهار تا فامیل من رأس کارن، دو تا بچه معلوم رأس کارن، هر کی رو نگاه کنی تو هر محلی دو تا رأس کارن توی مملکت، همه هم خودمونی هم. همون خودمونی ها دارن به ما ظلم میکنن. آقا نعمت درخواستت نیومده، آقا نعمت در برو بیرون یه بار دیگه بیا تو، آقا نعمت برو بیرون یه بار دیگه بیا درخواست بده داداش، درخواستت نیومده. انقدر داد زدیم عرقمون در اومد سیگه. ولی من که اصلا بالانس هم ریخت خدا وکیلی، الان بهتری خدا رو شکر خدا نسبت به بقول من 5-6 روز بیش بهترم، بهترم الاش. ولی خب سینه منو درگیر، سیگارم میکشم،
تو ببینیم خدا چی میخواد. آقا مهدی سلام داداش. ما هم چند مریض بودیم، ما هم گرفتیم، ما هم مریض شده بودیم چند روز. سلامتید. خدا ایشالا باطن زهرا هرچی درد و بلای خانواده های ضعیف و نیازمند و مریض درد و بلاشون بخوره تو سر اونایی که تو این دنیا دارن به قشر ضعیف دروغ میگن و حقشون رو میخورن. آره آمین. درد و بلاشون خود سر اونا. سید جان از مرخصی ما میدید داداش؟ دورت برگردم. یا علی مدد. خیلی خوشحال شدم دیدم. تاج سرم. تاج سر. خدا تو لایو هستم سید جان. موش میکنم از بیانات استفاده میکنم. استفاده میبریم. من کوچیک خودتو همه رفیقا آدم شهریات یا علی مدد. در خدمتیم داداش. یا علی مدد. تاج سر. شب بخیر. یا علی خدا. خدا. آقا حمید من گفتم اسمی غیر از هانی بیاری میندازمت بیرون. آقا حمید آندرلاین 0-22-36 اسمی غیر از هانی بیاری میندازمت بیرون داداش. آقا نعمت من دوباره برات درخواست فرستادم. آقا نعمت شیرزادی عزیز داره. سلام آقا نعمت. سلام. سلام 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 آقا نعمت. سلام سید. سلام آقا جان. یا الله خیلی خوش اومدی. بستم آقا سید. خوبی؟ فدات بشم. دارت بگردم. دارت شما سید. دارت بگردم. چه خبر آجی؟ دارش فقط زیاد تکون نده گوشی رو، ثابت نگرده داشت. مدد بشم سید جان. شرمن من هیچ موقع تو داداش داداش دوربین رو ثابت نگرده. نیتاز ضعیف شده دیدم سید جانم. واتساپ تماس میگیرم باید. باشه داداش. دورت بگردم عزیز دل منی. آقا جواد بچه خوب همه دار. این یارو بیناموس چی نوشته؟ نوشته هنی آبرو تو ورده. هنی خودش مگه آبرو داره بیناموس؟ آقا نوید عزیز، آقا حسین عزیز، حالا تو واتساپ صحبت میکنیم. آقا نعمت عزیز خدا حفظت کنه. دشمن شرمنده داداشی دورت بگردم. سپرداد عزیز فدات بشم. آقا همین سلام داداشی. آقا شکری فدات بشم. زنده باد ایل بزرگ ملک شایی. میگه هنی کنه چون مظلومه چون سید اعصاب داغونه. نوید جان نه شکر خدا الان بهتره. آقا محمد میگه چه رفیقایی داری. آقا محمد فدات بشم. سلطان علی ابن موسی رضاست. عشقی نوا عشقی. داداش بی ادبی نکن آقای محمدی عزیز. بچهای ایلام قلب منی حاج محمد فدات بشن. ساکن هر کجا باشن، اهواز، آبادان، هر کجای دنیا باشن. سلام از ماست آقا علی سلیمی. آقا افشین خب ببینیم دیگه.
بچه های خوب تبریز، درود بر شما. آقا مصطفی سلام، گل خودتی داداش. میگه چرا با هانیکولا درگیری؟ به خاطر که یه آدم فروش بیناموس، آشپزخونه های مواد مخدر شیشه داره، جوانای مردم رو بدبخت میکنه، دستش به خون و هزاران نفر هم ملت ایران آلوده است با آشپزخونه های مواد مخدر شیشه. به خاطر اینه. سید بدر ایلام بودم هفته پیش، آوردیم بالا. فدات بوم، فدات بوم، فدات بوم بچل بدر عزیز جانم. میگه آقا بی ادب دکمه اخراج خودشون رو میزنن با حرفای بعد خودشون. عشقی داداش. آقا بابک دورت بگردم. آقا بابک حالت خوبه داداشی؟ سلامتی؟ همین آقا خوبه داداش؟ سلام ما رو بهش برسون. 73-97 درود بر شما. آقا نادر خوش اومدی. ایشالا میگیرنش نابودش میکنن. ممنونم دوست بزرگوار. میگه هانیکولا برای دولت کار میکنه. نه داداش، برای دولت کار نمیکنه هانیکولا. هانیکولا با یه سری مامورای خدا نشناس که دین و ایمان سرشون نمیشه، تو همه جای دنیا هست، مامورای کثیف همه جا هست، تو انگلیس، تو آمریکا، تو هر کشوری مامورای کثیف هستن که دستشون توی کاسه است با باندای مواد مخدر. هانی با اونا در ارتباط، ولی با اونان رسمی با هانی با دولت کار میکنه نداداش. میگه این خشنگه. میگه هنی برای دودول بقیه کار میکنه. چی بود هنی کنیا اصل برو. میگه هنی برای شیطان کار میکنه. سید جان فرجم تا و آسمونه. فداد بشن، دورت بگردم، فداد بشن. آقا آمرداد عزیز همه تو خوش اومدید. خب دوستای خوب من، لایو من طولانی شد دیگه، یواش یواش بای بای بگیم دیگه. نه آقا نادر فداد بشم داداشی، دورت بگردم. آقا حمیدی فداد بشم داداشی. آقا سعید دورت بگردم. محمدی جواب نمیدی تو که داری نگاه میکنی لایو. هنی کنا از سلوانه جگر تلو چون هنی کنا. مرسی آفرد، فدات بشن. شما تاز سری آقا نادر، فدات بشن. آقا افشین نوشته نه. سید من یه جایی شنیدم یه پول چی بخاطر نه. آقا راب نمیدونم کامنت چی نوشتی، خانشش سخته. آقا پیشما شما هم کارت درست داشت. بچه های دولا بهش خنده داشت. نادر جان دارت بگن دولت آباد عشقم بچه ملای خوبم. ورف عزیز نداداش اسم این یارو غیر از هانی رو نیارین داداشی، دورتون بگردم. سید به خدا خیلی معلومی توی اسمها خیلی طرفدار داری، دوستت داریم داداش. آفریدون دورت بگردم، تاج سر منین، همه تون عشقین داداش. بچه های اصفهان با وجود مشتی خب بچه های اندیمش قلب منید. هنی کنه از سلوانو جیگر تله چون سلاخ کنش به همه جا وصله داداش. سلام 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 آقا نادر، انشالله ایران هم میهم داداش.
زید جان کامنت هم را بخونه. آره من چشت داداش بنویس من میخونم داداش. هانی عددی نیست مردم بزرگش کرده. سید جان من با اجازت برم بخوابم داداش، مواظب خودت باش. بخواب خدا خاطر تو میخواب، شبت بخیر عزیز دل منی. وولفگینگ عزیز دل منی خدا حفظت کنه، شب روزت بخیر. سلام سلام. خب من اینم بندازم بیرون، برو بیرون. آقا امیر بهترم، شکر خدا. سید ناموسن قلبن خیلی چی نوشته؟ سید ناموسن قلبن خیلی تو برنامه نبودم ولی امشب چند تا کلمه حرف زدی که مرد میخواد اینا رو بفهمه. من آقا قبولت دارم، همه جوره تعصب تو رو میکشم کاک گیانم. آقا محسن دارت بگردم خدا حفظت کنه. چه حرفی زدم داداش؟ کدوم ها رو منظورته؟ آقا محسن، آقا نادر فداد بشن. آقا محسن کدوم حرف ها رو من زدم شما گفتی؟ بیادبر انداختم بیرون داداش. سلام آقا جان. بچه های خوب همدان زنده باد زنده باد. سید بعد سکوتت حال کرده چی؟ سید بعد سکوتت حال کرده نمیفهمم. میگه بابا به مولا همش لفظ بازی. بادام خوبه داداش، لفظ بی ادبی نباشه. خدا نگهدار. آقا سیدا بو شب بخیر، ایشالله شب خوبی داشته باشی. یا علی مهدی جان پرچم بچه های خوب اردبیل هم بالا زنده باشین. خب دوستان اگه اجازه بدی من یواش یواش از زورتو مرخص میشم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، دوستتون دارم. ایشالله که همیشه خوب و سرحال و شاد و تندرست باشین. مرگ بر هانی کنا. اول و آخر همه لایوهای سیدا پوش مرگ بر هانی کنا، مرگ بر آشپزخونه دارای مواد مخدر شیشه، مرگ بر وطن فروشا، ناموس فروشا. خدا ازش رو نگذره، به فجیع ترین دردا گرفتارشون کنه. عشق من این، I love you. شب بخیر.